درود بر دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام در مورد کریدور نخجوان صحبت کنم. چند تا از دوستان نقشه رو امروز واسم فرستادن از منابع روسی، نقشه جدید ارمنستان و کریدوری که قرار به آذربایجان داده بشه. ولی من این ویدئویی که بچه از تلویزیون ارمنستان فرستاده بودن، کریدور از جای بالاتری بود. الان این ویدئو دقیقا موازی با ارس هست که گفته میشه به روسا میخوان به آذربایجان بدن، و البته این طبق نقشه اشباه خزری هم هست که سالها من یه تصویر گذاشته بودم توی اینستاگرامم که این نقشه رو 15 سال پیش کشیده بودن که به این صورت باید باشه. خب من خودم به اندازه کافی حرف زدم، نظراتم رو گفتم. یه ما قبل از اینکه کار به اینجا بکشه گفتم چه نقشه ای هست و گفته بودم اینو، و این چند روزی هم تا تونستم به آخوندها فرش دادم، به رضاشاه فرش دادم، به رضاشاه احمق فرش دادم که به خاطر اون کریدور آرارات نخجوان رو مفت و مجانی داد به آتاتورک. ترک خودشون گفته بودن که هرچی رضاشاه بگه. رضاشاه هم دو دستی گرفت کریدور آرارات نخجوان رو داد به ترکیه، و قطور رو که اصلا یک جای بی اهمیتی بود و پس گرفت. امروز پیشنهاد دادم دوباره ما قطور رو پس بدیم، باید کریدور آرارات نخجوان به ایران برگرده، و این شدنیه چون رضا شاه به مجلس نبود، تصویب نشده بود. ما میتونیم اصرار کنیم اینو بگیریم، حتما خیلی کریدور بسیار مهمیه و باید به صورت پروندهش باید باز بشه. نکته دوم، این نقشه که روسا دادن بیرون به این صورت، باید تعبیرش به این صورت نیست که اینجا جز خاک عربستان اگر راست باشه خاک آذربایجان خواهد شد. احتمالاً ممکنه به صورت فقط یک اتوبان باشه که یا روگذره، یا به صورت بعضی جاش زیرگذره، یا این مشابه حالت ما تو آلمان شرقی آلمان غربی دیده بودیم که از آلمان غربی یه اتوبان رو راست کشیده بودن به سمت برلین، برلین در واقع برلین غربی، و کسی اون جزء خاک چی حساب میشد اون اتوبانه. و ولی از پایین دو طرف اتوبان آلمان شرقی و هم وصف بوده. در هر صورت اینجا می به این معنی نیست که رابطه ایران با ارمنستان قطع میشه با این کریدور، هرچند احتمال قوی کل طرح روسیه پایدار نخواهد بود. این طرح ناپایداریه، من بعید میدانم این طرح پایدار بشه، و دیگه باید ببینیم چجوری خواهد این پیش رفت. میخوام مشابه دیگر رو بگم در مورد این کریدورها چقدر اهمیت استراتژیک دارن. من گفتم حتی روی اون کریدور افغانستان به چین هم برنامه است، قرار اونجا اشبه خزری کاری بکنن. حالا این کریدور دانتسیک رو براتون مثال میزنم. دانتسیک یک منطقه است دریای بالتیک. وقتی که جنگ اول آلمان شکست خورد، عدنامه ننگین ورسای رو بر آلمان تحمیل کردن، آلمان از در واقع پروس شرقی جدا افتاد. الان پروس شرقی رو روسیه اشغال کرده و یه اسم جدید بهش داده که اونجا بزرگترین پایگاه موشکی روسیه اونجا هست، و اسمش هم گذاشته کالینینگراد. در واقع یه جای پرت از به روسیه چسبیده نیست، وسطش چند تا کشور هست، میرسه به کالینگراد. کالینگراد در واقع همون پروس شرقی است. نصف شمال پروس شرقی رو روسیه گرفت به نام کالینگراد، و جنوب پروس شرقی رو تمام 100% آلمانی، شهرهای بسیار زیبای آلمانی بوده، رسید به لهستان جدید. لهستان 3 تا نقشه عوض کرده. این نقشه که شما میبینید الان نقشه سومه، در واقع یک سوم خاک آلمان رو به عنوان غرامت دادن به لهستان جدید. تازه اون لهستان دوم هم تازه بخش از خاک آلمان رو غرامت داده بودم، که این نقشه که شما اینجا میبینید به این صورت در اومده که بین پروس شرقی و آلمان یک چیز کوچیکی وجود داره. برای اینکه می‌خواستن لهستان رو را بدن به دریای بالتیک، اونجا باعث شد که آلمان دوپاره شد، یعنی اینکه دو تیکه شد. کل دعوا هیتلر با لهستان سر همین بود، اصلا سر همین گذرگاه بود. و قبل از این لهستان از اون طرف، از اون و از طرف غرب پروس به دریای بالتیک راه داشت که اون روسیه اشغال کرد. روسیه 3 بار لهستان رو اشغال کرد، همجور یواش یواش اومد جلو.
هر دفعه که اشغال میکرد لهستانو از خاک آلمان میگرفت میذاشت رو لهستان. خودش لهستان اشغال میکرد ولی از خاک آلمان به عنوان غرامت میذاشت رو لهستان جدید، تو لهستان دوم. این نقشه که میبینید لهستان دومه که اینجا منطقه‌ای که بخش وسیعی از این آلمان جدا شده به عنوان غرامت در جنگ دوم از آلمان جدا کردن، 16 میلیون آلمانی رو اخراج کردن از اونجا، بس بیرونشون کردن و نام تمام شهرها رو عوض کردن. الان همه این شهرها دو نامه است. من آلمان شرق این مناطق من رفتم، من غرب لهستان رفتم، انقدر زیباست، مثل رویایی و شهرها بسیار زیبای آلمان قدیم هست که الان تحت اشغال لهستانه. دو نامه است، مثلا تمام شهرها دو نامه است، یه اسم لهستانی داره یه اسم آلمانی داره. اینجا دانسیک اسم آلمانیه، خود اونا میگن گدانسک، لهستانی ها میگن گدانسک. و این کوریدور هرچی هیتلر اصرار کرد آقا یه دونه به ما اتوبان بدید یا راهن بدید یا یه چیز بدید ما بس بشیم به پروسه شهره، خب اگه اونا میدادن دریا قطع میشد، مشکل بود، دعوا بود سرشون که دیگه دریا نمیداشتن. این چه مشکلی پیش آمده بود، جنگ شروع شد. اصلا علت اصلی جنگ جهانی دوم همین گذرگاه و کوریدور گدانسک یا دانسیک بود. پایین ترش منطقه است به نام گلایتویس که اونجا هم البته سر دکل مخابرات دعوای شده بود، اونجا جنگ شروع شد رسما. حالا این کوریدورها، کوریدور استراتژیک نخچوان آرارات که رضا شاه خدا لعنتت کنه روحت نشد، چه خیانتی کردید. حالا این گذرگاهی که اینجا داره میبینید میخوام بدم به نخچوان، این پایدار نخواهد بود، چون که اگه به این معنی باشه که لهستان به ارمنستان به ایران راه نخواهد داشت، اصلا ایران نمیذاره، هر کس هم بخواد ایران نمیذاره، به این معنی که قطع مرز ایران ارمنستان باشه چنین چیزی نخواهد. این در کل این طرح روسیه بی ثبات و پایدار نخواهد بود و این عوض میشه. ما حالا امید داریم که ارمنیا به خودشون بیان. ارمنیا اگه یه حکومت نظامی تشکیل بدن، ارتشی تشکیل بدن، میتونن از اون تعهداتی که برای عقب نشینی دادن دست بکشن. تو این دولت بی غیرت پاشینیان هست هیچ امیدی نیست، مگر اینکه یه حکومت نظامی رو کار بیاد و ایران هم تغییر موضع بده. ایران حماقت کرد، هی بلدرم بلدرم و نمیذاریم ژئوپلیتیک عوض بشه و هیچ غلطی هم نکردن آخوندا، دو دستی منطقه دادن به ترکیه و اسرائیل و روسیه و فقط حرف زدن، در حالی که ایران باید در طول این 30 سال صنایع موشکی و پهپادی ارمنستان رو قوی میکرد و در این حال منافع آذربایجان رو میتونست حفظ کنه. من راهکارش رو داده بودم که چجوری ضمن اینکه اونجا توسط ارمنستان کنترل میشه، آذربایجانی هم بیان اونجا مثلا کارخونه بزنن، از منابعشون استفاده کنن، چه چیزی امکان داشت. در واقع میشد گفت که استفاده مشترک دوتایی هم ارمنستان و آذربایجان از این مناطق، منتها مدیریتش دست آذربایجان نباید میبود، چون که اونا تفکرات فاشیستی دارن، پانتورکن، دوباره نسکشی هستن. و اینجا به شما بگم این پایان قضیه نیست، اونا راضی نخواهند شد به هم، یه تیکه که الان شما میبینید که دادن به ارمنستان، به اینم راضی نخواهند شد، جنگ ادامه میدن همچنان که چند تا آتش بس قبلی رو چی کردن، چون الان رویه گرفتن و میدونن که به جواب خواهد رسید. از اینجا من اصلا این وضعیت رو با ثبات نمیبینم و وضعیت متشنجه، بی خود نیست ایران انقدر لشکر نیرو فرستاده، به خاطر اینکه ایران پیش بینی جنگ جدید رو داره و همچنان داره میفرسته ایران. امیدوارم که این هوش سپند آریایی بچه های ایران از این نخوت و بیغیرتی و چیزای نجابت های مسخره دست بکشن و منافع میهن و منطقه رو قربانی نکنن. امیدوارم که ارمنستان زودتر فرمانده نظامی حاکم بشه، پاشینیان خائن رو بیرون کنن. اصلا علتی که پوتین طرف آذربایجان گرفت، پاشینیان حرومزاده غربگرا آمد. اوکراین دو سه بار غربگرا کودتای مخملی کردن، وضعیتش چی شد؟ کریمه رفت، شرقش هم رفت، چسبید روسیه. گرجستان هم مخملی ها آمدن دو بار، دو تا ایالت رفت، آبخازیا رفت، اوستیا رفت، که اوستیا کاملا نژاد ایرانی دارن، ایرانی های اوستی هستن، زبان ایرانیه ولی مسیحی هستن. منطقه ما فلات ایران قدر ایرانی های با مذهب مسیحی رو نمیدونستیم، به زور مسلمون کردن باعث شد که اونا پناه بردن به روسیه، ولی که ایرانی هستن، زبانشون ایرانیه، تا هم زبان
آذربایجان کلی تات داره، تات همه ایرانیه. تالش هم کلی بمانه، 21 پنجمش تالش هم فقط کرد هم داره. تازه ما چون دیدگاه ایران شهری ندارن این آخوندهای ما، فقط چسبیدن به شیعه متاسفانه، در حالی که نمیتونن این روح شیعه و مذهبی آذربایجان دیگه زنده کنن. پس 200 سال حاکمیت روس و کمونیست و هم الان هم که همچنان سیطره زده و رسانه مدیاش توسط اسرائیل، این سادگی نیست که اینا روح شیعه طلبیشون رو بتونه زنده کنه، کار سختیه. ما فقط دفعه مسجد ساختیم و متاسفانه تو ایران تحجر بود. یکی بچه پرسید آیا در موقعی که جنگ جهانی دوم، نه ببخشید، شوروی فروپاشی شد، امکان داشت ما آذربایجان رو بگیریم؟ اون موقع بسیار ایران دوست داشتن، هنوز پانترکیس نفوذ نکرده بود. بارها گفتم یه روز آمدن از مرز گذشتن، چند هزار نفر، 20,000 نفر تو تبریز، حالشون لباساشون ناجور بود. ایران هم دیگه مذهبی های احمق دیگه نذاشتن اینا بیا. لب مرز اومده بودن کنار عرس، یه عدهشون مثلا مدعا برده بودن واسه شون که مدعایی کنن. اون آمده بودن بیشتر با ایرانی ها در واقع خوشبش کنن، اینجا واسه شون مدعا بردن که سینه بزنن. اینجوری دیگه تفکر مذهبی احمقانه باعث میشه که اون مقاله. ما دقیقا یادم ترکیه چی کار میکرد. ترکیه با رسانه هجوم برد به تمام جمهوری ها. یک دفعه مثلا ترکمنستان برنامهاش عوض شد، پخش کرد به ترانه‌های ترکیه عثمانی و ترکیه شادی برد واسه این کشورها، یعنی که فضای شاد کشورش انتقال داد به این جمهوری ها. ایران سینه زنی و عزاداری و مسجد و فقط برد رفت مسجد ساخت، به چیز دیگه نداشت. یعنی ابزار هویت ایران شهری استفاده نکرد برای جذب اینها. خب مردم از مذهب بعدش میاد، همه که مذهبی نیستن که به زور مخاطب مذهبی کنید، از هویت ایران شهری استفاده نکردن. یه مقدار شادی، یه مقدار رقص، یه مقدار اقتصاد که اینا رو بتونه جذب کنه. گویا امکان داشت اونا بیا ایران ملحق بشن. به کجای کدوم ایران؟ ایران آخوندی که همه متحجر رو اصلا به هیچ وجه امکان نداشت به ایران وصل بشن، نمی آمدن. هرچند بسیار علاقه من بودن به ایران، چون هنوز اون موقع ترکیه نفوذ نکرد، اسرائیل نفوذ نکرده بود. حتی من یادم مجلسشون قدنامه عدنامه گلستان در ترکمنچای رو محکوم کرد. یعنی اولین کاری که جمهوری آذربایجان کرد محکومیت دو عدنامه گلستان و ترکمنچای هست. یعنی میتونید سرچ کنیم ببینیم. بله راه خیلی زیاد بود که ما بتونیم جذبش کنیم، منتها جمهوری اسلامی اون ایرانی نبود که چنین هوشی داشته باشه که بتونه رو جذب کنه، ولی که میتونست واقعا این کار بکنه. جمهوری اسلامی دنبال مذهبیگری افراطی بود دیگه، متاسفانه هنوزم آدم نشدن خیلی جا. خلاصه ترکیه خیلی موفق بود برای نفوذ در آسیا میانه، ایران نه. و ترکیه از اشتراکات قومی نژادی استفاده کرد، ما رفتیم مثلا اسلام صادر کنیم دیگه. بچه مذهبی این چیزا رو نمیدونستن که سطح سوادشون هم در مورد دانش تمدنی پایین بود دیگه. و اصلا مذهبی های ایران مردم خودشون رو نمیشناسن. میبینه که همیشه هول میدن به سمت بیگانگان مردم رو، به سمت اسحالیون، به سمت لیبرال ها، از بس اذیت میکنن با مذهب مردم رو. وقتی حاکمیتی مردم خودش رو نشناسه، میخواد مردم آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان رو بشناسه، خب ملت داخل رو از اسلام متنفر کردن، از مذهب و تجر اینو، باعث شد که تو ایران جایگاه ندارن. اصلا جامعه ایران یه جامعه فروپاشیده و پوسیده است و اینو خبر نداره. حالا سیاست های ایران غلط بود در مورد این جمهوری ها، امکانش بود بله، ولی آخونده استفاده نکرد. یه امکان دیگه هم جالبتر هم بود، موقعی که انقلاب اکتبر روسیه، انقلابی که روسیه شروع شد 1915 تا 1917، 2 سال طول کشید. جنگ داخلی شده بود، روسیه ضعیف شده بود، جمهوری ها مستقل شدن. هم جمهوری اول ارمنستان ایجاد شد، به شما گفتم برید تحقیق کنید تاریخ جمهوری ارمن اول ارمنستان حتما بخونید. هم جمهوری اول آذربایجان 2 سال مستقل بودن، داستان جالبی دارن. و تا اینکه روسا تونستن جمع جور کنن، بلشویکا ارتش قوی قدرتمند ارتش سرخ درست کردن. 2 سال هم در جنگ داخلی بودن، آزموده شده بودن. آمریکا هم اینطوری قوی شده، آمریکا هم در جنگ داخلی شمال جنوب قوی شده بود، تجربه کسب کردن، کل سلاح اختراع کرده بودن. حتی مسلسل هم همون موقع در جنگ داخلی آمریکا اختراع شده بود. خلاصه بلشویکی آمدن دوباره هم آذربایجان اشغال کردن، هم ارمنستان اشغال کردن. وقتی بلشویکی آمدن گفتن بلشویکا بیشتر گرایش پان ترک داشتن، دوباره قره باغ دادن به آذربایجان که در حالی که نمیدادن. اون موقع
ارمنستانی ها ناراحتند، خیانت روسیه میدونن، خیانت کمونیست ها بود 1920. دوباره 2020 هم کار کردن، دقیقا 100 سال بعد روسا همون بلایی که 1920 سرشون آوردن دوباره الان سرشون آوردن. و اون موقع به نظر من فرصت بیشتر بود، موقعی که شوروی درگیر جنگ داخلی انتقال حکومت تزار به بولشویک بود، یعنی آمدن شوروی. اگر ایرانی بود مثل الان که الان هست و یکم شهامت و جسارت داشت، راحت میتونست هم ارمنستان رو بگیره هم آذربایجان رو بگیره. منتها ایران چه ایرانی بود؟ ایران احمدشاهی بود که حتی ایالت های 15 ایالت خودش هم نمیتونست کنترل کنه، همش جدا بود. اونور میرزا کوچیکخان، اونور مشهد خراسان یه ایالت، پسیانی نمیدونم که پایین خزعل، تمام ایالت های ایران جدا شده بود. یعنی قوت مرکزی ایران حتی توان نداشت که حکومت خودش رو کنترل کنه. همون موقع بحرین هم دقیقا همون دور موقعی بود که بحرین وهابی حمله کردن، بحرین رو گرفتن و مصدق خائن گرفت بحرین، قیمومیتش داد به انگلیس. تازه بحرین هم همون موقع جدا شد در اصل. میگم ایران خودش رو نمیتونست نگه داره، چیزی میخواست مثلا از فرصت استفاده کنه که یه جمهوری اول و جمهوری اول آذربایجان و جمهوری اول ارمنستان رو بگیره. اما ترکیه با اینکه در جنگ جهانی اول شکست خورده بود، پالبوره شده بود، 50 تیکه شده بود، باز حواسش بود، حمله کرد به جمهوری ارمنستان. حمله کرد به جمهوری ارمنستان، این ارمنستانی که الان هست نصفش رو گرفت در واقع، خیلی شهرها رو گرفت، ترکیه زمینه خودش کرد و متاسفانه سوال دریا سیاه به اینا نرسید. ترکیه قدرتمند بود، ترکیه دوره عثمانی در حد امپراتوری بزرگ دنیا در حد آلمان بود. ما چی بودیم؟ ما یک کشور دریپیتی بودیم که هیچی نداشتیم، هیچی. دوره قاجار کشور غرق در فساد، غرق به خاطر اینکه چرا فساد شده بود؟ چون انگلیس از دوره فتلی‌شاه که آمد وساطت کرد بین ایران و روسیه، عدنام ننگین گلستانی، از همونجا انگلیس پاش به ایران باز شد. انگلیس که پاش باز شد فراماسونری آمد و دربار فاسد، بعد داستان بهائیت پیش آمد و شورش های بهائیت و نفوذ اونها در دستگاه حاکمیت، بعد ضربه کاریتر که به ایران زد مشروطه زد، مشروطه کمر ایران شکن، دموکراسی هر جا وارد بشه کمر اون کشور میشکنه. اون موقع عثمانی و ترکیه جدا مشروطه که نبودن که، حاکمیت یک پارچه رهبری واحد. خلاصه مشروطه کمر ایران شکن، ایران درب داغون شده بود، ارتش نداشت، هیچی نداشت، نتونستیم از این فرصت استفاده کنیم. اما ترکیه از ضعف روسیه و بولشویکا استفاده کرد، اما در ارمنستان با ارمنستان جمهوری اول ارمنستان جنگید و ارمنستان غربی رو جدا کرد. قدرت داشت ترکیه اون موقع، با اینکه میگم 50 تیکه شده بود، ولی باز قدرتش از ایرانه که درگیر مشروطه و فتنه‌های داخلی بود. و مشروطه اگه نبود، ما بارها مخالفتمو با مشروطه ننگین اعلام کردم. الان هم فرصت هست آخونده ما یه ذره شعور داشته باشن، یه ذره نجابت احمقانه بین‌المللی رو کنار بذارن، الان باید بجنبه. باید ارمنستان هنوز هم دیر نشده، باید بدن پیشرفت‌ترین موشک‌ها رو به پادار رو شبانه بفرستن. من داشتم فکر میکردم ای کاش ایران در طول این 30 سال 18 تا از این کانال از رودخانه زیر رودخانه ارس رد میکرد که پهپادهای اسرائیلی نتونن رصد بکنن و گزارش بدن که ایران از زیر چه کارهایی داره میکنه. اون الان اگر بود، اون کانال اگر بود الان از زیر ارس رد میشد به درد ایران میخورد. خلاصه آخوندهای ما حماقت کردن، احمقن، فرصت ها رو عملا شدن زیر مجموعه زیر دست ترکیه و روسیه و اون دست بالا رو دارن فعلا، مگر اینکه به غیرتشون بجنبه آخوندها، یکم شعور داشته باشن. اگر شعور ژئوپلیتیک داشتن ارمنستان تنها نمیذاشتن، ارمنستان کمک میکرد. بدرود.